شروع میکنیم. خب، شما هر جا رو نفهمیدی یا هر جا رو ایراد داشتی حتما حتما من بگو. باشه، بسیار عالی. من چون دیدم فصل فتوسنتز نسبتا سبکه، گفتم فتوسنتز رو امروز با هم تموم کنیم و دفعه بعد به شکل یک جلسه 3 ساعته تمرکزمون رو بذاریم روی به اصطلاح ژنتیک و مسائلی که داره. خوبه؟ بله، بسیار خیلی عالی، بسیار عالی. اینجا من سعی میکنم معادلات انگلیسیشو به شما بگم که بدونید چی به چیه، که موقع خوندن اذیت نشید. هر جا خسته شدید، هر چی شد، حتما من اطلاع بدید. باشه؟ ممنونم، مشکرم. خواهش میکنم. خب، این ضبط هم یه چک بکنم. سفر رو دارید شما؟ بله، دارم. بسیارم عالی. واژه فتوسنتز در واقع سنتز یعنی ساختن. هر جا سنتز رو دیدید، سنتز یعنی to make، به معنی ساختن هستش. فوتو هم نور هست. فوتوی معنیش عکس، معنیش نوره. فتوسنتز یعنی ما با نور یک چیزی میسازیم، درسته؟ بله. آن چیز که با نور میسازیم مواد آلی هستش. در واقع توی واکنش فتوسنتز کربن دی اکسید با آب ترکیب میشه و اون ور قند ساخته میشه، 3,6H12O6 به اضافه اکسیژن، درسته؟ بله. برای اینکه این واکنش انجام بشه نور لازمه، به خاطر این میگیم فتوسنتز. به خاطر این، چون برای اینکه این واکنش انجام بشه ما نیاز به نور داریم. اون کربن دی اکسیدی هم که تو هوا هستش، همین کربن دی اکسیدی که اینجا دارید میبینید و تهش هم اکسیژن اینجا میبینید تولید شده، به خاطر اینه که به اصطلاح ما میگیم گیاهان خوبن و مهمن، چون اکسیژن واسه ما تولید میکنن. این 3,6H12O6 رو میشناسید؟ این گلوکوز فکر. بله، این گلوکوز هستش. حالا این واکنش که چپکی انجام بشه دیگه فتوسنتز نیست. اسمش میدونید چی میشه؟ به فارسی میشد آبکافت، یادم فکر میکنم. اون نه، اون یه چیزی هست، نو بهش میرسیم. این واکنش اگه چپکی اینوری انجام بشه، این تنفس سلولیه. آها، بله. همونی که گلوکوز میسوزه، به اصطلاح توی میتوکندریه ماها گلوکوز میسوزه و انرژی تولید میکنه. پس چپکی تنفس سلولی میشه فتوسنتز، درسته؟ بله. بسیار عالی. هر جا براتون تنفس سلولی نیاز به ATP داشتیم؟ ما تو تنفس سلولی اصلا میخواستیم به ATP برسیم. اصلا هدفش این بوده ما ATP بده که حدود 32 تا هم به ما ATP میده. تنفس سلولی اصلا هدفش تولید ATPه، درسته؟ بله. بسیار عالی. حالا این فتوسنتز تو کیا انجام میشه؟ تو گیاهان انجام میشه؟ همه گیاهان؟ خیر، 99% گیاهان. کدوما فتوسنتز ندارن؟ گیاهان انگل. گیاهان انگل قابلیت فتوسنتز ندارن، درسته؟ صدا من دارید؟ بله دارم. بسیار عالی. توی بعضی باکتری ها انجام میشه؟ توی بعضی آغازیان انجام میشه. پس ما الان فهمیدیم که تو کیا انجام میشه، تو کیا انجام نمیشه. تو جانوران انجام نمیشه. هیچ جانوری رو شما نمیتونی پیدا کنی که بیاد فتوسنتز انجام بده. تا اینجا درست؟ بله. بسیار عالی. هدف چیه؟ چرا به این گلوکوز ما میرسیم؟ در واقع این گلوکوز غذاست. یعنی گیاهان و این جانورانی که اینجا هم برای شما، حالا جاندارانی که اینجا نوشتم، با نور غذا میسازن برای خودشون. خیلی جالبه، با نور برای خودشون غذا میسازن. حالا توی گیاهان فتوسنتز توی یک اندامکی انجام میشه که اسمش میدونید چیه؟ شنیدید تا حالا؟ نه اصلا، حضور ذهن ندارم. اسمش کلروپلاسته. آها، کلروپلاسته.
کلوروپلاست، جایی که در واقع به اصطلاح فتوسنتز انجام میشه اینجا. ولی باکتری ها کلوروپلاست ندارن. پل لزومن فتوسنتز نیاز به کلوروپلاست ندارن. نداره. این حواستون باشه. پس اینجا من بنویسم که فتوسنتز در آغازیان و گیاهان کلوروپلاست میخواد. گیاهان نیازمندی کلوروپلاست. این که حالا تو باکتری ها که کلوروپلاست ندارن چطوری انجام میشه اصلا تو این کتاب بررسی نشده، تو آزمون آیمت هم بررسی نمیشه. تا اینجا همه چی واضح بود؟ بله عالی. بسیار عالی. حالا بریم با خود کلوروپلاست آشنا بشیم. کلوروپلاست یک اندامکه، یعنی غشا داره. میخوام براتون شکلشو بکشم. این یه غشا، یه غشای دیگه هم داره این مدلی، یعنی اندامک دو غشاییه. یادتونه دیگه چه چیزای دو غشایی بود؟ نه. دو غشایی هسته و میتوکندری هم دو غشایی هن. آها بله بله، هسته و میت دو غشایی هن. دو غشایی اصلا میدید منظورم چیه؟ دو لایه است دیگه. الان بهتون میگم. این شکلی که دارم میکشم براتون آشناست؟ آها فسفولیپیدان. بله این فسفولیپیده. الان ما کلن به این میگیم یک لایه. اونایی که دو لایه دارن در واقع این مدلیه، یعنی ساختار قشاشون به این شکله. اینطوری دو لایه فسفولیپید داره، میبینید؟ آها بله. دو لایه. خب معادل انگلیسی قشا رو میدونید؟ membrane. بله. این قشایی که میبینید خارجی تره اینا ما میگیم outer membrane. اون یکی هم inner هست. بله اون یکی هم که دیگه در واقع inner حساب میشه، اینا میگیم inner. دیگه اینجا براتون سه نقطه میذارم. خب این تا اینجا. داخلش چه چیزهایی داریم؟ داخلش ما یه چیزهایی داریم شبیه قرص میمونه، شبیه کپسول میمونه. آفرین، به اونا میگیم تیلاکوئید. تیلاکوئیدها هم غشا دارن، خیلی جالبه. تیلاکوئیدها هم غشا دارن و چند لایه غشا دارن؟ نمیدونم اینو. یه لایه غشا دارن. اینها یه لایه است. اینجا که الان براتون یه ضرب در میزنم یه لایه غشا، درسته؟ بله. یه لایه کلن قشا دارن ولی اندامک حساب نمیشن، ساختاری هن که داخل اندامک هستن، خودشون اندامک نیستن، درسته؟ بله. که ما به هر کدوم اینا میگیم تیلاکوئید یا فیلاکوئید در واقع اصلشه. حالا به مجموعه تیلاکوئید ها، الان اینجا مثلا میبینید که 5 تا تیلاکوئید کنار هم قرار گرفته، به مجموعه تیلاکوئیدها با هم میگیم گرانوم. در واقع این یه دونه گرانوم میشه، درسته؟ بله. تا اینجا همه چی اوکی بوده؟ بله بله. بسیار عمالی. ما توی در واقع کلوروپلاس یا عالمه تیلاکوئید داریم. الان من برات یه سریشو کشیدم، یه سریش هم مثلا این ور میکشم، یه سریش هم اینطوری این ور میکشم. خوبیه تدریس آنلاین این مدل اینه که آدم با یه کپی پیس میتونه یه هزار تا چیز بکشه. بله. و یه تیغایی هست اینطوری این تیلاکوئیدا رو اینطوری به هم وصل میکنه. یه تیغاییه مثل یک تونلایی که در واقع تیلاکوئیدا رو اینطوری به هم مرتبط میکنه، میبینید؟ ما به این تیلاکوئیدها در واقع میگیم لاملا. لاملا. لاملا یعنی تیغه. پس اسم اینا لاملا هستش. تا اینجا اوکی؟ هله. بسیار عمالی. داخل کلوروپلاست یک فضایی ما داریم که بین این دوتا قشا قرار داره و به اینجا میگیم فضای بین دو قشا. فضای بین دو قشا، درسته؟
این فضایی که براتون دارم الان هاشور میزنم، این فضای اینجا، اسم این فضا رو ما میگیم استروما. استروما یا بستره هم بهش میگن، درسته؟ به اینجا میگیم استروما. کلروپلاست اندامکیه که داخل خودش دی ان ای داره و دی ان ایش میدونی چه مدلیه؟ مثلا خطیه یا حلقویه؟ فکر میکنم حلقوی که برای باکتریا بود آها، فقط. پس اینجا من الان ایراد شما برطرف میکنم، یادتون باشه. اصولا دنای حلقوی یا سرکیولر دی ان ای، انقدر من بر کنکور میگم دنا، دیگه دی ان ای نمیاد تو دهنمش، دنا میاد. این دی ان ای حلقوی داخل تمام باکتری هاست. یه دی ان ای داریم اسمش پلازمیده، پلازمید هم دی ان ایش حلقویه، در واقع دی ان ای حلقوی داخل میتوکندریه. دی ان ای حلقوی داخل کلروپلاسته. و همین دیگه، اینجا جایی که میتونیم توش دی ان ای حلقوی رو ما ببینیم. دیگه بجز اینا دی ان ای شما جای دیگه ببینی به شکل خطی هستش، قبوله؟ بله. حالا دی ان ای حلقوی کلروپلاست توی استروما یا بستره هستش به این حالت. این یه رشته، اونم اون یکی رشته است. معمولا هم چندین تا دی ان ای داره، مثلا اینجا من یکی کشیدم، یکی هم مثلا اینجا میکشم، چندین تا داره، درسته؟ بله. اگه تستی مثلا بیاد به شما بگه که transcription can be done in stroma، شما میگی این درسته یا غلطه؟ خب درست میشه چون که دی ان ای داره. آفرین، چون اینجا ما دی ان ای حلقوی داریم، پرونویسی داریم، پس هم وقت ترانسلیشن میتونیم داشته باشیم، ترجمه میتونیم داشته باشیم، پس دیگه نکات ترکیبی و دیگه خودتون احتمالا بلدید. پس اینجا ما میتونیم آر ان ای پلیمراز داشته باشیم، اینجا پس ما میتونیم در واقع ریبوزوم داشته باشیم و اینجا ها ما ریبوزوم داریم. این گردایی که براتون میکشم اینا ریبوزوم هستش و ریبوزوم فقط داخل استروما هستش. دی ان ای حلقوی فقط داخل استروما هستش، داخل تیلاکوید جای دیگه نیستن. اینم ریبوزوم. نکته ای که حالا جالبه بدونی که این ریبوزوماش 70 اسه. حالا 70 اس و 80 اس چیه؟ این تو کتاب بررسی نشده، خیلی بحث پیچیده ایه. اصولا ریبوزومی که برای یوکاریوته، یعنی اونایی که به اصطلاح توی میتوکندری و کلروپلاست و اینا نیست، دی ان ای 80 اسه. مثلا دی ان ای که داخل سیتوپلاسمای دی ان ای 80 اسه، ببخشید ریبوزوم 80 اسه. ولی ریبوزومی که داخل استروما هستش، ریبوزومی که داخل میتوکندری هستش میگیم ریبوزوم 70 اس. ریبوزوم 70 اس ریبوزومی که یه کوچولو ساده تره، درسته؟ بله. بسیار عمالی. پر ریبوزومی که یکم ساده تره رو بهش میگیم 70 اس. حالا من دارم به شما خیلی کامل میگم، میگه تا این هر ریز نمیشن، چون آزمون آیمت مثل کنکور ایران نیستش که بخواد دیگه گندشو در بیاره، تا یه حدی ریز میشه، یه حدی بیشتر ریز نمیشه. ما داخل این استروما یه سری قطرات چربی هم اینطوری داریم، حالا کارشون و ایناشون چی اصلا بررسی نشده، ما هم باش کاری نداریم، ولی به شکل تیره دیده میشه که به اصطلاح حالا مدل انگلیسیش میشه lipid droplet. drop قطره هستش، droplet هم به معنی قطره هستش که اینجا میتونه دیده بشه. این پشت فعلا ساختار یه دونه کلروپلاست. تا اینجا همه چی خوب بوده؟ بله عالی. من بسیار عمالی. از کلروپلاست ایرادی ندارید؟ نه. بسیار عمالی. خب اما واکنش های فتوسنتزی، در واقع واکنش های فتوسنتزی
دو حالت هستش. یکی واکنش هایی که ما بهش میگیم light، نوری، dependent، stage. یا واکنش های چی فرمودید؟ نوری. آفرین. dependent میدونن چی؟ مستقل. اون independent. dependent یعنی وابسته. وابسته. حالا یه واکنشی هم داریم اونور light independent stage. stage هم که معنی مرحله هستش. independent میشه مستقل، درسته؟ بله. بسیار عالی. light dependent stage یا واکنش های وابسته به نور، این در واقع داخل تیلاکوئید انجام میشه. تیلاکوئید، درسته؟ بله. واکنش های light independent stage داخل استروما انجام میشه، داخل بستر انجام میشه، درسته؟ بله. بسیار عالی. خب میخوایم با اولی شروع کنیم، چون اول باید این انجام بشه بعد این انجام بشه. چرا؟ چون ما برای انجام دومی یه سری محصولات، یه سری چیزایی میخوایم که تو بالا تولید میشه. خب بریم تیلاکوئید رو با هم بزرگش کنیم، ببینیم تیلاکوئید چه خبره. این الان یه دونه تیلاکوئیده، خیلی بد شد. این یه دونه تیلاکوئیده. شما نیاز نیست چیزی بنویسید، من آخر کلاس این جزء رو براتون ارسال میکنم. ممنونم، مرسی. آره، به شکل پی دی اف ارسال میکنم. شما فقط شیشتونگت اینجا فیلم کلاس، جزوه کلاس، همه شو داری. خب توی تیلاکوئید، در واقع هر تیلاکوئید، ما یه سری ساختارهایی داریم که به اصطلاح به اینا میگیم فوتوسیستم. دو تا هم داریم، تر کتاب درسی دو تا داریم، یکیشو اینجا براتون میکشم. من میتونم مثل اساتید بقیه جزوه بزنم و رو جزوه درس بدم، ولی طبق تجربه‌ام اینطوری که آدم مرحله مرحله برای دانش آموز مینویسه خیلی یادگیری بهتره. بله. خاطر این شاید یک کوچولو مثلا نسبت به اساتید دیگه تدریس من طول بکشه، ولی خب میدونم به طور کاملا مفهومی داره انجام میشه. خب پس به اینا گفتیم چی؟ چی میگیم؟ فوتو سیستم. فوتوسیستم یا سیستم نوری، به این میگیم فوتوسیستم دو و به این میگیم فوتوسیستم یک. فوتوسیستم رو با پی اس هم نشون میدن، الان من به این میگم پی اس یک، درسته؟ بسیار عالی. بریم ببینیم فوتوسیستم ها اصلا به اصطلاح ساختارشون چیه، کارشون چیه، چیکار انجام میدن. هر فوتوسیستم تشکیل شده از دو تا آنتن، این آبی پررنگا آنتنن. الان این یه دونه آنتنه، این یه دونه آنتنه، درسته؟ ما به اینا میگیم آنتن. حالا آنتن اسپلشو یه نگاه بکنم، شک دارم فکر کنم تی اچ باشه اگه اشتباه نکنم، که وقت اشتباه اینجا براتون ننویسم. حالا ایراد نداره اسپلا، ولی همونطوری که فکر کنم همینطوری نوشته باشه، فکر کنم اینطوریه اگه اشتباه نکنم. بینا میگیم آنتن، دوتا آنتنه، این یه آنتن، یکیش هم بی آنتن، درسته؟ بله. و این قسمت آبی کمرنگ ما بهش میگیم مرکز واکنش. اسم این مرکز واکنشه، یا در واقع ریاکشن سنتر. مهم.
ما در واقع هر فوتوسیستم میبینید که دو تا آنتن داره و یه دونه مرکز واکنش، درسته؟ این فوتوسیستم دو اینطوریه، فوتوسیستم یک هم دقیقا همین مدله. خب دیگه چی تو آنتن ها میتونیم چیا داشته باشیم؟ ما توی آنتن ها یه سری مولکولایی داریم که بهش میگیم رنگیزه. حالا کتاب میگفت رنگیزه، کتاب دبیرستان، ولی اینجا ما میگیم پیگمنت، که الان براتون سبز میکنم. میبینید اینا پیگمنتن. الان بر اون برم میذارم. این به این حالت. آقا پیگمنت ها چی هن؟ کارشون چیه؟ الان خدمتون میگم همه رو. ببینید پیگمنت ها یا رنگیزه، اینا کارشون جذب انرژی خورشیده، کارشون جذب انرژی خورشیده، درسته؟ در واقع به عبارتی مانند صفحات خورشیدی هن. مانند صفحات خورشیدی. این چراغ راهنمایی پلیس رو دیدی تو خیابونا؟ بله. با چی کار میکنه اونا؟ نور خورشیده. دقیقاً دقیقاً. اونا در واقع یه صفحه ای رو خودش داره، اون صفحه ها نور خورشید و انرژیشو میگیره و تبدیلش میکنه به برق و اونا کار میکنن. این پیگمنت ها هم همینن، در واقع انرژی نور خورشید رو میگیرن. خب حالا این پیگمنت ها انواعشون چیه؟ انواع دارن؟ بله. یکیشون شامل کلروفیل میشه، یکیشون هم شامل کاروتنوئید میشه. کاروتنوئید. شاید سوال بشه خب این کاروتنوئید و کلروفیل فرقشون با هم چیه؟ جذب نوریشون متفاوته. مثلا کلروفیل یه چیزی رو جذب میکنه، کاروتنوئید یه چیزی رو جذب میکنه، درسته؟ و برای اینکه جذب نور خورشید به حد اکثر برسه ما رنگیزه های مختلف رو داریم، چون هر رنگیزه یه طول موج خاصی رو میاد جذب میکنه. مثلا کلروفیل بین به اصطلاح 400 تا 500 و 600 تا 700 نانومتر رو جذب میکنه. یعنی این طول موج رو جذب میکنه. کلروفیل پر 500 تا 600 رو جذب نمیکنه. حالا 500 تا 600 میدونید میشه چه رنگی حدودن؟ 500 تا 600 از نظر فیزیک یعنی رنگ سبز. و کلروفیل رنگ سبز رو جذب نمیکنه. این نشون میده وقتی یه چیزی رو جذب نکنه پس چه کارش میکنه؟ خوندی تو فیزیک؟ تو فیزیک نه. بازتاب میکنه. آه. درسته؟ بازتاب میکنه. و به خاطر این ما گیاهان رو به چه رنگ میبینیم؟ سبز. سبز دیگه، چون سبز جذب نمیشه توسط گیاه. یعنی این مدلیه، اگه این یه دنه گیاه اینطور اینجا باشه، یه گیاه براتون بکشم، این نور خورشید که اینطوری به این داره میخوره سبزش جذب نمیشه، اینطوری بازتاب میشه. به خاطر این ما گیاه و سبز میبینیم. بله بله. چون بازتاب میشه. خب کلروفیل میتونه 400 تا 500 نانومتر و اونور 600 تا 700 نانومتر رو جذب کنه. کاروتنوئید چی؟ کاروتنوئید هم بین 400 تا 500 نانومتر رو میتونه. این هم بحث رنگیزه ها. پس علت این که ما رنگیزه های مختلف داریم اینه که بتونیم حد اکثر جذب رو انجام بدیم، جذب نور، درسته؟ بله. حالا خود کلروفیل
دو قسمته، یکی ما کلروفیل آ داریم یکی کلروفیل بی داریم. آقا فرق اینا با هم چیه؟ فرقشو میگم خدمتتون، فرقشو میگم. حالا برگردیم اینجا، پس ما داخل آنتن ها این پیگمنت ها یا این رنگیزه ها رو داریم. اینی که الان صرف کردم این پیگمنت، درسته؟ بله، پیگمنت. یا رنگیزه. آقا دیگه تو آنتن چی داریم؟ ببین تو آنتن ها ما سه جز داریم، یکی رنگیزه ها، که خودش شامل کلروفیل آبیه، یکی شامل کاروتنوئیده و پروتئین. پروتئین هم داریم. این بستری که اینجا براتون هاشور میزنم و میبینید بله، اینجا پروتئین وجود داره در واقع، یعنی بستری، یعنی بکگراندیه که اینجا توش پروتئین وجود داره، درسته؟ بله. بسیار عمالی. خب ما داخل رنگیزه ها الکترون داریم، داخل این رنگیزه ها الکترون داریم که الان براتون الکترون رو داخلش با ای نشون میدم، میبینید؟ بله. اینا الکترونه. بارشون هم الکترون بارش منفیه، منفی. الکترون همیشه بارش منفی. خب خواهیم ببینیم حالا چه اتفاقی برای این الکترون ها میافته. اینو میخوام اینجا بگم. الان من براتون یه دونه به اصطلاح رنگیزه میکشم که همون بالا با هم دیده بودیم. یه رنگیزه هم این ورش میکشم. در واقع انرژی نور خورشید که میاد اینجا، می نویسم لایت اینجا هم به همین صورت، انرژی نور خورشید به این رنگیزه ها میخوره و الکترون انرژی بگیره، چی میشه به نظر شما؟ تو چی میخوندید الکترون وقتی انرژی بگیره؟ انرژی که بگیره برانگیخته میشه. آها، آره. الکترون وقتی انرژی بگیره پر انرژی میشه، برانگیخته میشه، میره بالا، درسته؟ بله. پس این وقتی اینجا بیاد انرژی نور خورشید رو بگیره، این برانگیخته میشه، های انرژی میشه، اینجا انرژیش های میشه. اگه اشتباه نکنم تو بعضی از منابع علمی میگن اینجا دوچاره اکسایتد میشه، حالت هیجانی میشه، انرژی میگیره، برانگیخته میشه. حالا اینجا کمبریج گفته های انرژی الکترون. حالا وقتی برانگیخته بشه از رنگیزه خارج میشه، میبینید؟ الان این رنگیزه خارج شد، دو تا سرنوشت داره. یا اینجا که من نوشتم های انرژی، این الکترونه میتونه انرژیشو بده به رنگیزه مجاور. اینجا هم توش الکترون دیگه، قبول دارید؟ بله. توی رنگیزا کلن ما الکترون داریم و این الکترون اومده انرژی الکترون در واقع رنگیزه مجاور رو گرفته. چی میشه این؟ اینم برانگیخته. آفرین، این هم اینطوری برانگیخته میشه، درسته؟ این به این حالت، این میشه انتقال انرژی. الان اینجا این انتقال انرژی صورت گرفت، انتقال انرژی، درسته؟ بله. این یه حالت. یه حالت دیگه اینه، نه مثل بچه آدم اصلا بره اونور الکترونه، نه اینکه انرژیشو بده، خودش بره اونور. این میشه انتقال الکترون. پس ما بین رنگیزه ها انتقال انرژی و انتقال الکترون داریم، درسته؟ بله. اینجا نوزیش میسم یک، اینجا نوزیش میسم دو. مینویسم که یک، الکترون های یک برانگیخته می شوند و از رنگیزه خارج می شوند.
حال دو سرنوشت دارند. یک، میفرمایید؟ یکیش این که انرژیشون رو بدن به کناری، آفرین، انرژی خود را به رنگیزه مجاور داده و باز به حالت پایه برگردن. حالت پایه یعنی انرژی نداره، برگردند، برگردند، درست. یا چی؟ یا مستقیما تموم ارتباط شد. به رنگیزه مجاور بروند. خب برمیگردم بالا رو این شکل. پس اینجا ما دیدیم که تابش این نور خورشید، این لایت، به گیاه باعث میشه که حالا الکترون بین این رنگیزه ها جا بجا بشه یا انرژیش، درسته؟ بله. در نهایت انرژی الکترون به این مرکز واکنش میرسه، به این مرکز واکنش میرسه انرژیش، یعنی خود الکترون به مرکز واکنش از آنتن ها نمیرسه. این خیلی مهمه، الکترون از آنتن خارج نمیشه، الکترون از آنتن خارج نمیشه، انرژیشو میده. الکترون فقط میتونه بین رنگیزه ها جا به جا بشه، ولی از آنتن وارد مرکز واکنش نمیشه. حالا تو خود مرکز واکنش ما یک رنگیزه داریم یا یک پیگمنت داریم. که در واقع این با آ نشون میدم، ما به این میگیم کلروفیل آ. اگه یادتون باشه من گفتم تو آنتن ها چه کلروفیلی میتونه باشه، یعنی در واقع چه چیزهایی میتونه باشه؟ کلروفیل کاروتنوئید. آفرین، کلروفیل آ، کلروفیل بی و کاروتنوئید. ولی مرکز واکنش فقط کلروفیل آ داره. Just کلروفیل آ. کلروفیل آ، فقط کلروفیل آ اینجا دیده میشه. ولی توی آنتن ها هم آ داریم، هم بی داریم، هم کاروتنوئید داریم. خب داخل کلروفیل آ، یعنی داخل این مرکز واکنش ما که کلروفیل آ هست، اینجا ما دو تا الکترون داریم، دو تا الکترون داریم، به اینا میگیم الکترون های مرکز واکنش. این یه ای، اینم یه ای دیگه. در واقع وقتی که انرژی از آنتن ها میرسه به الکترون های مرکز واکنش، الکترون های مرکز واکنش چی میشن؟ برانگیخته میشن. آفرین، آفرین، الکترون های مرکز واکنش برانگیخته میشن و فوتوسیستم خارج میشن. اینجا می نویسم خروج الکترون از فوتوسیستم، خروج الکترون از فوتوسیستم. شاید سوال بشه خب آقا چرا فوتوسیستم خارج میشن؟ همه رو خدمتتون میگم، همه رو خدمتتون میگم. خب یه پمپی ما اینجا داریم، فهم من این قبلش توی صفحه دیگه باید نشون بدم، اینجا خیلی شلوغ شده. اینو میارم صفحه بعد. این فوتوسیستم ها شبیه کانالای پروتئینی عمل میکنن؟ نه، اینا صرفا به اصطلاح باعث میشن که الکترون ها انرژی بگیرن ازشون خارج بشن. الان خدمتتون میگم کانال پروتئینی یعنی چیزی از توش عبور میکنه، اینا ماده خاصی عبور نمیدن. اینجا ما یه پمپی داریم به نام پمپ آش مثبت.
پمپ هاش مثبت. احتمالاً این الکترونایی که برانگیخته میشن از توی این عبور میکنن. بله، به این میگیم پمپ هاش مثبت. پمپ میدونید یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ انتقال دادن آفرین، دیگه. انتقال فعال انجام میده. پمپ همیشه انتقال فعال داره. انتقال فعال به چی نیاز داره بر انجام؟ ATP همیشه ATP نیست، 70% اوقات ATPه. 30% اوقات میدین چیه؟ ADP. انرژی الکترونه. آها بله. و اینجا ما پمپی داریم که هرچی استفاده میکنه؟ به نظرتون ATP یا انرژی الکترون؟ احتمالا انرژی الکترون باشه دیگه، دقیقا از انرژی الکترون استفاده میکنه. یعنی اینجا برای اینکه انتقال فعال انجام بشه ما ATP مصرف نمی کنیم، در واقع از انرژی الکترون میایم استفاده میکنیم. حالا بفرمایید وقتی میگیم انتقال فعال انجام میشه یعنی چی؟ از کجا میاد به کجا و چطوری؟ خب از یکیش که از اون یکی از فوتوسیستما خروش پیدا میکنه. خب الان درست، الان این پمپه گفتیم چی رو پمپ میکنه؟ الکترون پمپ هاش الکترون مثبت. که نگفتیم، گفتیم بله پمپ هاش بله مثبته. حالا برای اینکه هاش مثبت رو پمپ کنه چی میخواد؟ انرژی الکترون. آفرین، درود بر شما. حالا هاش مثبت رو پمپ میکنه. هاش مثبت وقتی پمپ میشه یعنی از کجا میاد به کجا؟ یعنی از بیرون میاد به داخل، از داخل میره بیرون؟ از بیرون به داخل میاد دیگه. حالا اینو شما نمیتونید جواب بدید، من اول الان میپرسیدم، بعد جلتر میگفتم. ولی این کارش اینه که هاش مثبت ها رو میاره داخل. داخل بله. این فضا الان چیه؟ این فضایی که الان هاشور میزنم بستره یا همون استروما؟ استروما. بله. کار این پمپ هاش مثبت اینه که هاش مثبت رو از استروما میاره فضای داخل تیلاکوید، یا وارد در واقع این ساید تیلاکوید میکنه. درسته؟ بله. بسیار عالی. خب ولی این انرژی الکترون ما همش برای این پمپ مصرف نمیشه. اینم بگم یه سری پروتئین ها اینجا هستن، حالا کتاب کمبریج نگفته ولی من میگم. چرا من میگم؟ علتش اینه که آزمون آیمت منبع مشخصی نداره، به خاطر این هر چیزی رو امکان داره شما ببینید. به خاطر من سعی میکنم کامل بگم. یه سری ناقلین اینجا هستن، اینا هم پروتئینی هستن. این ناقله میدونین کارش چیه؟ دست الکترون رو این فوتوسیستم دو میگیره، این الکترون رو میاره این بر. پس کارشون انتقال الکترونی، انتقال یعنی در واقع الکترون اینطوری میگیره میاد تحویل این پمپه میده. حالا پمپه هم یه کوچولو از انرژی الکترون استفاده میکنه، بعد باز الکترون توسط اینه که ناقله میاد این بر، یعنی این صورتیه میاد پیش این پمپ، الکترون رو اینطوری ازش میگیره. درسته؟ و در نهایت این الکترون میاد میرسه به مرکز واکنش فوتوسیستم یک. خب الان این الکترونی که داره میرسه به فوتوسیستم یک، قبول دارید یه مقدار از انرژیشو این به اصطلاح پمپ استفاده کرده؟ بله. آها، یکم کم انرژی شده. اینجا وارد فوتوسیستم یک که بشه، باز دوباره این رنگیزه هایی که میبینید انرژی نور خورشید رو به این میدن که انرژی به اصطلاح در واقع باعث شه که این پر انرژی بشه. آها. اینم از این و اینم خدمتتون گفتم. یعنی به این حالته، این الکترون وارد مرکز واکنش فوتوسیستم یک میشه. اینم براتون ثبت کنم، اینجا هم کلروفیل آ داریم.
درسته؟ بله. حتی یکم بالاتر بکشم. اینجا هم کلروفیل آ داریم، اون الکترون هم که میاد اینجا دیگه، این الکترون، اینم الکترون، و اینجا در نهایت انرژی از آنتن ها به این الکترونی که اومده میرسه و این هم برانگیخته میشه و اینجا خارج میشه. درسته؟ قبوله؟ بله. بسیار عالی. پس اینجا یک کمی خلاصه بنویسم. می‌نویسم که الکترون از فوتوسیستم دو خارج شده. ادامهشو شما بگید. گفتیم به و توسط ناقلینی به چی میرسید؟ به اون پمپ آفرین. هیدروژن و توسط ناقلین به پمپ میرسد. پمپ باز به وسیله ناقلین اون رو بله برای خودش انتقال فعاله هاش مثبت مقداری از انرژی الکترون را استفاده می کند. درسته؟ بله بله. ادامهش، این الکترون کم انرژی توسط ناقلینی، ادامه بدید، توسط ناقلین باز به فوتوسیستم یک آفرین، میره، توسط ناقلین به پی اس آی میره بعد و اونجا هم یه الکترونی که انرژی دارن آها و بهش انرژی آنتن های و آنتن های پی اس آی انرژی را به این الکترون کم انرژی میدهند تا پر انرژی شود. باز از فوتوسیستم یک آفرین. خارج و از مرکز واکنش پی اس آی خارج و به استروما برود. چقدر گرم هوا بابا، به خدا کولر ما رو زیاده، اصلا همین طور دارم من عرق میریزم، خیلی هوا عجیبه، اصلا من نمیدونم امسال واقعا احساس میکنم یه اتفاقاتی داره میافته تو جهان. خب حالا این الکترون خارج شد، الکترون الان خارج شده اومده اینجا، چه بلایی سرش میاد؟ اینجا دیگه مهمه. اینجا این الکترون میاد به یه مولکولی میرسه به نام NADP. حالا کمبریج مثبتشو نمیذاره که خب اشتباه میکنه، باید بسره. درسته؟ و اینجا NADP تبدیل میشه به NADPH. درسته؟ بله. آقا NADP و NADPH چیه؟ اینا چیزاییه که در واقع میخواد تو واکنش های مستقل از نور استفاده بشه. ما هنوز تو وابسته به نوریم دیگه، قبول دارید؟ بله. این NAD مثبت، این ناقل الکترونه، یعنی کارش اینه که این الکترونو میگیره و ما به این چی میگیم به نظر شما؟ ناقل میگیم یا حامل؟ این یکی باید حامل باشه. این حامله، یعنی در واقع NADP مثبت وقتی الکترون ها رو بگیره میشه NADPH که در واقع اون میشه حامل الکترون. البته این واکنش رو مختلف می نویسن. حالا من ببینم این کتاب شما چطوری گفته، مثلا بعضی هاش مثبتش هم نشون میدن، ببینم اگه اینجا گفته من برای شما نشون بدم. البته خب کتاب کمبریج در واقع از کتاب دبیرستان ایران خیلی فتوسنتز رو کمتر گفته. خب حالا من برای اطمینان نشون میدم، یه حاشیه مثبتی هم اینجا مصرف میشه ولی کتاب کمبریج نشون نداد. درسته؟
بله. خب